چرا اسطوره های ما ایرانیان افسانه است و اسطوره های سامی را حقیقت می شماریم. رستم دیو سپید را در مازندران شکست داد و فقط افسانه شد. داوود جالوت را شکست داد، یک حقیقت شد. کاوه ضحاک را از میان برد، از او افسانه ای ماند. و موسی فرعون را از میان برد، به عنوان حقیقتی در ذهنها ماند. آرش با یک کمان مرز ایران و توران را تعیین کرد، افسانه شد. و نوح تمام حیوانات را سوار کشتی کرد، حقیقت شد. کیکاووس که توسط عقاب‌ها به هوا پرواز کرد، افسانه شد. و سلیمان که بر قالی پرنده سوار می‌شد، معجزه ماند. داراب به وسیله نامادریش در سبدی روی آب پیدا شد، افسانه است. موسی به وسیله آسیه در سبدی روی آب پیدا شد، حقیقت است. سیاوش به سلامت از آتش گذشت، افسانه است. ابراهیم به سلامت از آتش گذشت، معجزه شد. بیژن مدتی در ته چاه زندگی کرد، افسانه است. یوسف مدتی در ته چاه زندگی کرد، معجزه شد. اسفندیار رویین تن بود، افسانه است. داوود رویین تن بود، حقیقت است. سیاوش در برابر وسوسه نامادریش سودابه ایستادگی و پرهیزگاری کرد، افسانه است. یوسف در برابر وسوسه نامادریش زلیخا ایستادگی و پرهیزگاری کرد، حقیقت شد. فریدون و یارانش از دجله گذشتند، افسانه است. موسی و یارانش از نیل گذشتند، معجزه شد. از دوش ضحاک مار رویید، افسانه است. عصای موسی اژدها شد، معجزه است. زال توسط سیمرغ پرورش یافت، افسانه است. یونس در شکم نهنگ زندگی کرد، حقیقت است. رستم 700 سال عمر کرد، افسانه است. و نوح 950 سال عمر کرد، حقیقت است. براستی چرا آنچه از باورهای دینی برمیخیزد معجزه یا حقیقت محسوب می شود و آنچه مربوط به یک تمدن بزرگ است افسانه؟ و این گونه است که در بین ما همواره خروس همسایه غاز